با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این 18 روز از 12 ماه در 15 سال از 3 هزاره خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس داریم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت به بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسند. همطور که وعده کرده بودیم و روی صفحه اول وبسایت ملاحظه میکنید، تلاش برای این هستش که بتوانیم تا اونجایی که ممکنه برنامه ها رو روی صفحه اول قرار بدیم که شما نازنینان مطلع باشی که چه برنامه ای در چه ساعتی برگزار خواهد شد و یا مهمانان امروز برنامه چه کسانی خواهند بود. امروز خوشحالم که میتونیم در خدمت یار فرزانه، میهن یار عزیزمون، جناب آقای دکتر منصور فرهنگ باشین، نام و چهره آشنا برای همه کسانی که دل در گروه وطن دارن، دل در گروه میهن دارن. و آقای منصور فرهنگ کارنامه درخشانی دارد در زندگی شخصی خودش. او به هر حال شغل معلمی رو برای خودش انتخاب کرده، شغل شریف معلمی، و اون خودش از همونجا نشون میده که شخصیت طرف و اینکه چه روحیه سازنده‌ای دارد و فکر میکنه که باید بسازیم و از این طریق در حقیقت خدمت بکنه به میهنش. و به هر حال فعالیت ایشون بر کسی پوشیده نیست، اما میخواستم ازشون خواهش بکنیم امروز که بپردازیم به یک سری موضوعات اساسی. من بارها به این داستان اشاره کردم که سیاستی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی رو ببره به نقطه‌ای برسونه که این هزینه مالی جانیش رو زیاد بکنه، و شما داریم میبینی که این مرتب جنازه برمیگرده و اینها افسران فرمانده هستن، اینا سرباز صفر و معمولی و اینا نیستن. هر کدوم اینا میلیون ها دلار خرجشون شده. در روزگار آریامری این افسرا رو میفرستادن، این فرمانده ها رو میفرستادن به آمریکا، انگلستان، ایتالیا. امروز هم همون کارو میکنن، منتها آمریکا شده مثلا کره شمالی، روسیه، لیبی و اینجور کشورها، میبرن اینا رو در آمریکای جنوبی اینا رو تعلیم میدن، بابت اینا هزینه میکنن و اینا میرن مرتب کشته میشن برمیگردن. آقای ظریف امروز اومده است به نیویورک برای کنفرانس سوریه، و ماجرای یمن رو هم داریم مشاهده میکنیم. عربستان سعودی، همینی که میگفتن آقا عربستان شکست میخوره، عربستان نمیتواند، عربستان بلد نیست، عربستان نیرو ندارد، عربستان نگاه کن زرد برد و برگردون عبدالمنصور رو برگردون. این نظام اهریمنی مشغول چه کاریه؟ چیکار داره میکنه تو منطقه؟ روابطش با همسایه ها چجوریه؟ یه مملکت هم مثل یه آدم، مثل یه خانواده است. وقتی شما وارد یه محله میشید روابطه برقرار میکنی با همسایه ها، ارتباط برقرار میکنی، یه دیپلماسی داری. بریم از آقای منصور فهمیم راجع به دیپلماسی جمهوری اسلامی سوال کنیم و ببینیم که این از کجا شروع کرد، چه شرایطی رو داشتیم، امروز در کجا ایستادیم. آقای دکتر، من به شما درود میفرستم، سپاسگزارم، ممنونم از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید و ما میتوانیم از دانش و فرهنگ آقای منصور فرهنگ استفاده بکنیم. میخواستیم یه قدری راجع به وضعیت ایران و شرایطی که براش به وجود آمده است و اینکه چه نقشی رو داره بازی میکنه. ما میدونیم که مثلا در اینا وقتی که میرن در بیرون همون شرایطی رو ایجاد میکنن که در دوران انقلاب یعنی اول کاری که میکنن ارتش رو مزمل کردن، به جاش کمیته درست کردن. همین آقای قاسم سلیمانی و سردار همدانی و اینا همه رفتن در سوریه و هر کجا که میرن اول ارتش رو از بین میبرن و بعد شروع میکنن یه چیزایی کمیته مردمی، در اونجا اسمش گشته بودن نشنال دیفنس گارد در سوریه. و بعد آقای پوتین وقتی که تصمیم گرفت که وارد بشه گفت نه، اینا رو تعطیل کنی، اینا رو بکنی لژیون 4 ارتش. و سفر پوتین به تهران
من حسم به میگه که در این ارتباط بود که اینا رو تحتیل کنی، ارتش رو قوی کنی و این سیستم هرج و مرج رو نمیشه باش کار کرد. چه میگذرد آقای دکتر؟ چیست ماجرا؟ چگونه است؟ خیلی متشکرم از دعوتتون. بذارید شروع بکنیم از در دوره قبل از انقلاب، وقتی ما به انتقاداتی که نسبت به رژیم شاه مطرح میشد، چه از طرف گروه های چپ یا لیبرال و یا مذهبی ها، به طور کلی این انتقاد این بود که امریکا در کشورهای مختلف دخالت های غیر قانونی و نابجا میکنه. در این مورد هم انتقاد متوجه اتحاد جماهیر شوروی اون زمان بود و هم آمریکا، و بسیاری از این انتقادات منطق داشت. دخالت های آمریکا در مثلا ویتنام یا بعد در کشورهای دیگه یکی از موضوعاتی بود که همیشه مورد توجه نیروهای ضد رژیم شاه قرار می گرفت. یعنی امید این بود، انتظار این بود که وقتی اون رژیم از بین میره، جانشین میتونه در چارچوب منافع ملی ایران عمل بکنه و سیاست خارجی رو طوری ترتیب بده که مربوط به رفاه و امنیت و حیثیت مردم ایران باشه. این امید و انتظار حداقل در مواضع رسمی و نوشته های گروه های مخالف رژیم در اون زمان وجود داشت. حالا میبینیم که رژیم جمهوری اسلامی 37 ساله که در موضع قدرته و به سیاست خارجی ایران نگاه میکنیم در منطقه یا در سطح جهان، میبینیم که ایران دخالت های مستقیم و غیر مستقیم در کشورهای منطقه کرده. در واقع اگرچه عراق متهم بود و صحیح هم متهم بود که به رژیم به ایران حمله نظامی کرده، ولی قبل از اینکه عراق در 20 سپتامبر 1980 به ایران حمله بکنه، دخالت‌های قوم خمینی و همکاری‌هایی که او با نیروهای ضد صدام داشت زمینه ایجاد کرده بود برای حمله صدام به ایران. در ضمن اینکه داشت این دخالت های غیر مستقیم و غیر مستقیم رو در امور داخلی عراق میکرد و تبلیغات وسیعی که رادیو تلویزیون ایران علیه عراق داشتن، از یه طرف دیگه گروگانگیری کرده بود، ارتش رو منحل کرده بود. یعنی ایران آسیب پذیر شده بود که عراقی ها به راحتی تونستن حمله بکنن و این جنگ 8 ساله ادامه پیدا کرد. و امروز چه اتفاقی که در اونجا میفته خیلی جالبه از نظر روانشناسی سیاسی. این دستاورد ملاها در ایران، رسیدن به قدرت و کنترل جامعه، اینها رو به مرحله ای از تخیلات برد، بلند پروازی برد، که فکر میکردن که میتونن اتفاقی که در ایران افتاده به عنوان انقلابی صادر بکنن به کشورهای دیگه، یعنی موجب تحولات اساسی در چارچوب خواسته های ایدئولوژیک خودشون در کشورهای منطقه بشن. و خیلی جالبه که در اینجا از نظر واقع بینی بیایم مقایسه بکنیم دقیقا اتفاقی که در اتحاد جماهیر شوروی بعد از انقلاب افتاد، در چین بعد از انقلاب افتاد و در کوبا. یعنی این مسئله صدور انقلاب، این 4 انقلاب مهمی که در دنیا انجام گرفت، در واقع یکی از برنامه های هر 4 انقلاب بود که ما میدونیم کوب، اتحاد جماهیر شوروی و چین و کوبا به کلی در رابطه با صدور انقلاب شکست خوردن و نیازی به توضیح نیست که همه این 3 کشور توی تحولات اساسی رفتن و بعد از سالها و سالها مخارج و قربانی های انسانی دادن، پرداختن، حداقل ها چه موافق باشیم چه مخالف، پرداختن به مسائل داخلی خودشون. ایران دقیقا همون نمونه رو دنبال کرد. امروز با تمام کشورهای عربی منطقه مشکل داره، یعنی در دخالت هایی که در سوریه کرده، امروز بیش از 2000 سرباز ایرانی در سوریه وجود دارند و بر مبنای تخمین هایی که زده میشه، چون آمار رسمی نداریم، ایران حدود 25 بیلیون دلار
کمک نظامی و اقتصادی به سوریه کرده که یک رژیم مستبد فاسدی که دقیقا مثل رژیم صدام حسین بوده این رو سر کار نگه داره و نتیجه چی بوده؟ بیش از نیمی از جمعیت کشور آواره شدن، بیش از 250,000 نفر کشته شدن و کشور نابود شده امروز و این رژیم رو این رژیم ایران به عنوان رژیم منتخب مردم سوریه ازش دفاع میکنه. نه تنها اون، دولت جمهوری اسلامی امروز اومده سربازان افغانی، سربازان عراقی، سربازان پاکستانی شیعه رو تربیت میکنه، بهشون حقوق میده، اسلحه میده که برن در سوریه بجنگن و این یک واقعیتی است که مطالب بسیار زیادی در جراید راجبش نوشته شده. ایران با ترکیه مشکل داره، یعنی با تمام کشورهای منطقه درگیری داره و این درگیری مخارج مادی و هزینه انسانی اون برای جامعه ایران قابل مقایسه با انتقاداتی که نسبت به رژیم شاه میکردیم به هیچ وجه نیست. در سطح جهان با آمریکا که این مشکل دائمی رو داره، نیاز به یک دشمن همیشه در کمین داره، اسرائیل رو میخواد سرنگون بکنه، با اروپایی ها مشکلات مختلفی داره که سعی داره میخواد بکنه اونها رو حدودی ترمیم بکنه. نتیجه ای که ما از این میگیریم اینه که به این دلیل که ایران روابط بسیار بد با بیشتر کشورهای جهان و خصوصا منطقه داره، نوعی وابستگی پیدا کرده به روسیه، به این دلیل که این تنها روسیه است که ایران میتونه باش همکاری بکنه. آقای خامنه ای میاد پوتین که به ایران میره او رو تجلیل میکنه به عنوان یک سیاستمدار بزرگ، در حالی که پوتین به اون چیزی که علاقه نداره در منطقه مسئله دموکراسی و ارزش‌های حقوق بشریه. بنابراین میبینیم که رژیم جمهوری اسلامی، بلند پروازی های رژیم جمهوری اسلامی جمهوری رو در گرداپای منطقه قرار داده. دقیقا انتقاداتی که ما در گذشته از امپریالیسم میکردیم، از امپریالیسم شرق یا غرب، اتحاد شوروی یا آمریکا، که اینها دخالت میکنن، چه جنایاتی در این کشورها میکنن، در افغانستان، در ویتنام، در خاورمیانه، در عراق، در غیر ذلک. و بعد خیلی جالبه که این کشورها به دلیل سرمایه گذاری های وسیعی که با این دخالت ها ایجاب میکنه و اعتبار جهانی اونها مورد سوال قرار میگیره، در گرداب قرار میگیرن، یعنی واقعا نمیدونن که چجوری از اونجاها خارج بشن. امریکا 10 سال طول کشید تا از ویتنام اومد بیرون، بعد از مخارج وسیع، بعد از کشتار وسیع. و امروز هم به نظر من بسیاری از تحلیلگران میگن که چگونه آمریکا میخواد از عراق یا افغانستان طوری بیرون بیاد که اعتبار بین المللیش رو بتونه حفظ بکنه، یعنی گیر کردن در مرداب، نه اینکه ادامه کار نمیتونه نتیجه مورد دلخواه ایجاد بکنه و بیرون اومدن هم نوعی ورشکستگی سیاسی میشه. دقیقا ایران در این موضع گیر کرده، وگرنه جنگ سوریه به هیچ وجه نمیتونه طوری تموم بشه که به نفع ایران باشه. بشار اسد یک کسی که در اونجا برای ادامه ی حاکمیتش دست به این نوع جنایات زده و یا داعشی رو که ایجاد کرده، ایران نقش مهمی در این جنگ شیعه و سنی. و نکته مهمتری که بخوام در اینجا اضافه بکنم، اگرچه عده‌ای خصوصا در خارج از کشور در روزنامه های غربی میخونیم که این جنگ شیعه و سنیه، اگرچه از مذهب، از تشیع یا از تسنن داره به عنوان ابزار توجیه مورد استفاده قرار میگیره، ولی تحت هیچ عنوانی این مسئله، یعنی مذهب شده یکی از وسائل اعمال قدرت و تلاش برای نفوذ کردن یا تاثیرگذاری در سیاست منطقه. یعنی رژیم جمهوری اسلامی دقیقا مثل استالین، دقیقا مثل ماوتسه تونگ، دقیقا مثل کاسترو اومد
ایدئولوژی رو، حالا اینجا مذهب بود اونجا کمونیست بود، ایدئولوژی رو به عنوان ابزاری مورد استفاده قرار داد که باعث ورشکستگی و به طور کلی اهم از بین رفتن ارزش‌های مهم ایدئولوژی چپ شد. و ایران هم واقعا ضرری که ایران از حتی در دنیای خودشون، حتی در چارچوب بینش‌ها و ارزش‌های خودشون، یعنی اسلام و تشیع رو دارن به لجن بکشن، یعنی در ابزاری شده، یک ابزار ایدئولوژی شده که به نام اون هر جنایتی میکنن، هر آدم کشی میکنن و فقط قول بهشت به مردم میدن. این سیاست خارجی جمهوری اسلامی و بسیار بسیار مشکله که این رژیم بتونه خودش رو از این گرداب خود ساخته رها بکنه بدون اینکه اعتبارش بیش از پیش در رابطه با مردم ایران یا در سطح جهانی بهش لطمه بخوره. این نتیجه، وگرنه اگر کسی بپرسه خیلی خوب این دخالت‌های 37 ساله ایران، جنگ 8 ساله با عراق، این همه مخارج عظیم، قربانی انسانی که ایران داده، دستاوردش برای کشور با چی بوده؟ نتیجه اینه که دستاوردش فاجعه بار بوده، بجز ادعاهایی که در نماز جمعه میکنن. این واقعا در تاریخ مملکت ما بی سابقه است که سیاست خارجی کشور تا این حد بر ضد منافع ملی و بر ضد رفاه و امنیت و حیثیت مردم ایران تموم بشه. عرضم به حضور شما که اصولاً وقتی که شما پل میزنید از گذشته تا به امروز، نقیصه کار رو در کجا میبینید؟ یعنی اینکه چون اگه خاطر شریف هست دیگه، شما بودید و زندگی کردید با این داستان، خب اینا روز اول اومدن گفتن تخصص نمیخوایم و آدم در حقیقت کسی رو میخوایم که تعهد داشته باشه و پایبند به اصول باشه، ولی امروز خب میبینن که چنین چیزی امکان نداره و رفتن مثلا آدمایی رو آوردن مثل ظریف و غیره و زالک، ولی اینها کاری نمیتونن بکنن. الان همین وضعیت برجام رو ما به درستی یادمون هست که میگفتش که این میخوایم یه کاری بکنیم که چرخ سانتریفیوژ بچرخه، چرخ اقتصاد مردم هم بچرخه، و الان اینا رفتن اومدن به مردم گفتن تحمل کنیم، ما اینو میکنیم، تحریما برداشته بشه. خب تحریما برداشته بشود میشه چه اتفاقی میفته؟ و الان هی دارن وعده میدن که مثلا از دی ماه این اتفاق میفته، از بهمن اتفاق میفته، از اسفند اتفاق میفته. الانم که داستان مجلسه و اینکه اگه مجلس درست بکنید این ماجرا صورت میگیره. چیه، چه گره کار در کجاست، چه معضلی وجود دارد، چرا نمیتواند؟ موزل در ماهیت رژیم. ببینید هر جایی که حالا چه ایران باشه چه هر کشور دیگری باشه، وقتی کسانی که مسئول اداره مملکت هستند، یعنی قدرت سیاسی در قبضه اونهاست، اینها پاسخگو به نیازها یا انتقادات جامعه نباشند، به طور اجتناب ناپذیر اون ساختار قدرت فاسد میشه، به طور اجتناب ناپذیر اون ساختار قدرت که برای خودش یک ایدئولوژی ساخته و در چارچوب اون ایدئولوژی همه چی رو توجیه میکنه میتونه ادامه بده و هر نوع انتقاد یا مخالفتی که با رژیم میشه، اون هم نه به طور صریح و علنی بلکه به عنوان یک مبارزه بر ضد رژیم که منتقدین کارشون به زندان و شکنجه و حتی اعدام میتونه کشیده بشه، این رو متصل میکنه به وابستگی به خارج. بنابراین مشکل ایران یه دونه آدم نیست، رفسنجانی نیست، خامنه ای نیست، خمینی نیست، روحانی نیست، ظریف نیست، تمام اینا اعضای یک سیستم هن. سیستمی که یک ایدئولوژی مطلقگرا داره و این ایدئولوژی مطلقگرا مشروعیت حاکمین رو از آسمان ها میگیره، یعنی مشروعیت رو تحت هیچ عنوانی از اراده مردم جامعه نمیگیره. این سیستم در هر کجا که به وجود بیاد، در عراق باشه، در آمریکای لاتین باشه، در هر کشوری که به وجود سراسر تاریخ به وجود اومده، فساد بار آورده.
این در واقع این که ما بخوام انتقادات خاصی بکنیم یه عده اصلاح طلبن یه عده تغییرات بخوان، این حرفا در درون خود این رژیم مثل همه جای دیگه که اون سه انقلاب دیگه ای که توضیح دادم از درون خود انقلابیونی که میخواستن دستاورد خودشون رو به جاهای دیگه صادر بکنن و اعتقاد به اون ایدئولوژی مطلق را داشتن، دیدن که ادامه این راه داره موجودیت و بقای اونها رو به خطر میندازه. بنابراین میخوان تغییراتی بدن برای بقای خودشون، برای ثبات خودشون، نه این که بگن ما باید پاسخگو باشیم به اراده مردم. خامخ روحانی و ظریف به همون اندازه‌ای به ولایت فقیه به عنوان مشروعیت گرفتن از آسمان ها اعتقاد دارن، حتی اگر اعتقاد ندارن بنابراین مردم رو فریب میدن برای اینکه هر وقت که سوالی از اینها میشه اینها بدون چون و چرا بدون قید و شرط از ولایت فقیه دفاع میکنن. یعنی یک دونه آدم که اسمش ولی فقیه، این میتونه هر تصمیمی راجع به 80 میلیون انسان بگیره و تحت هیچ عنوانی مورد سوال و انتقاد نباشی. این سیستم به طور اجتناب ناپذیر فساد آفرینه، فساد سیاسی، فساد اقتصادی و دشمن طلبه. یعنی دشمن بدون یه همچین رژیمی، بدون دشمن نمیتونه به بقای خودش ادامه بده. بنابراین سوالی که شما میکنین خیلی جالب و مهمه و نباید با میتونیم راجع به اختلافات جناحی صحبت بکنیم، حسن اینو میگه، حسین اینو میگه، ظریف اینو میگه، خامنه ای اونو میگه، اینا رو میتونیم برای شناخت بیشتر اختلافات و رقابت‌های داخلی رژیم اینا رو مطرح بکنیم، ولی دلیل اصلی، گره اصلی که شما مطرح میکنین توی ساختار و ماهیت یک رژیم ایدئولوژیکه که خودش رو پاسخگو به اراده و انتقاد و خواسته های جامعه نمیتونه. بلی، شما به عنوان یک معلم با تجربه و کسی که نگاه داره و عمیق دیده داستان رو، تجربه کرده، لمس کرده، این چه موزلیه؟ اگه مثلا بخوایم بریم اصل قیاس و ببینیم که مثلا چطور شد در آمریکا فادر فاندرا آمدن و جامعه رو یه ترک براش درست کردن، انداختن رون ترکه و این داره رون ترک حرکت میکنه، بر اون اساس داره جلو میره، یه خطی کشیدن و جامعه رو خطه گذاشتن و داره جامعه به اون سم میره. درسته که امروز مثلا ما در دنیا با پدیده‌ای به عنوان پابلیک پالیتیکس یا همین سیاست عمومی که احمدی نژاد حرف میزد مواجه هستیم و نگاه میکنیم یه آدمایی مثلا دورا ترامپ و غیره میان روی صحنه، در فرانسه راستای افراطی میان، در اونجا راستای افراطی میان بر اساس همین پابلیک پالیتیکس یا سیاست عمومی، اما فاند داستان، بنیاد داستان، ترک داستان تغییر نمیکنه. چه در ایران هم خب بالاخره تلاش شده، مثلا در عصر مشروطه تلاش کردن یه خطی رو درست کنن، یه کانستیتیوشن بذارن و یه رضاشاهی میاد و میره حرکت میکنه، میسازن، امارات درست میکنن، بالاخره یه نظام دیوانی درست میکنن اونجا، وزارتخونه میارن، چه میارن، ولی این یهو تبدیل میشه به قدر قدرت. یه شاه جوان 20 ساله میاد میشه شاه، از فرنگ برگشته میخواد که یه کاری بکنه، یه مرتبه این تبدیل میشه به آریامهر خدایگان. یه آخوندی مثل این که خامنه ای که بالاخره روز اول با اون شرایط که عکساش هست در مجلس نه آقا فلان بهمان، بعد یه مرتبه تبدیل. این در کجاست؟ این ساختاری که هم زنیم از گراس روت یا اینکه از بالا میریزه، بالای درخت میپوسه، از کجاست؟ این چیه؟ این تجربه به شما چی میگه؟ سوال بسیار جالب و اساسیه. این بعد برگردیم به ریشه های این در تمامی جامعه است، حتی مخالفین این رژیم، یعنی فرهنگ سیاسی جامعه. یعنی ما این کشوری که 3000 سال تاریخ داره، در سراسر این تاریخ ما در سیستم های استبدادی زندگی کردیم که یکی از بالا شاه بوده،
قدر قدرت بوده، تصمیم میگرفته و بقیه همه در واقع رعایای اون شاه بودن. ما چیزی پدیده‌ای به عنوان تبعه، تبعه اون چیزی که یعنی کسی که شهربنده و اون شهربند در سیاست گذاری اون جامعه میتونه نقش ایفا بکنه، مجموعه شهربندان، ما هم چیزی هیچ وقت نداشتیم، در دنیای غرب هم نداشتن. در موقعی که در آمریکا انقلاب شد، وقتی که به شاه انگلستان کینگ جورج گفتن که جورج واشنگتن که رهبر انقلابیون آمریکا بود میخواد فقط 8 سال رئیس جمهور باشه و بعد بازنشسته بشه و شهروند عادی بشه، گفت هم چیزی غیر ممکنه. چرا گفت غیر ممکنه؟ برای این که در سراسر تاریخ هم چیزی وجود نداشت. شما در تمام این مبارزات ضد استعماری که در دنیای ما دارم مقایسه میکنم که بگم تنها ما نیستیم که هنوز از مرحله فرهنگ استبدادی نگذشتیم، مبارزه با یک استبداد، مبارزه با یک مستبد مساوی با مبارزه با استبداد نیست. در تمام این کشورهای آفریقایی که این همه مبارزات خاورمیانه آفریقا که مبارزات ضد استعماری شد، در واقع ما فقط تمام اینها یک نلسون مندلا بود که بعد از اینکه بدون چونه چرا میتونست تمام عمر رئیس جمهور باشه و مثل بقیه رهبران مبارزات استقلال طلبانه آفریقا یا خاورمیانه بیاد و تا آخر عمرش رئیس جمهور این کشور باشه. ولی این مرد تصمیم گرفت دقیقا مثل جورج واشنگتن، تصمیم گرفت که بعد از مدتی بازنشسته بشه. ما در سراسر خاورمیانه یک رهبر بازنشسته نداریم، یعنی کسی که رئیس کشور بوده و بعد بازنشسته بشه یک شهروند عادی. این فرهنگ سیاسی من فکر میکنم که حتی در دوران بین کودتای 28 تلاشی که در انقلاب مشروطیت شد دقیقا در جهت ایجاد اون فرهنگ سیاسی بود که بیاد بگه چی؟ بیاد بگه در هر جامعه‌ای، هر جا که آدم‌ها دوره هم جمع میشن، هر جایی اختلافات عقیده، اختلافات سلیقه، اختلافات منافع و اختلافات ارزشی اجتناب ناپذیر. یعنی ما در سراسر تاریخ بشر یک جامعه نداریم که در اون این 4 نوع اختلافی که من اسپردم وجود نداشته باشه. این رو به عنوان یک واقعیت غیر قابل تغییر، منتها این اختلافات همیشه یک جور نمیمونن، در حال تغییرن، خیلی اختلافات حل میشه و بعد اختلافات جدید ایجاد میشه، تضادها و تناقضات جدید ایجاد میشه. این دو خصلت و ماهیت زندگی اجتماعی بشره که این چیزا به وجود میاد. بنابراین در اینجاست که دو اصل رو باید پذیرفت در فرهنگ سیاسی که ما بتونیم مدنیت رو نهادینه بکنیم. دقیقا اون چیزی که شما توضیح میدید، یکی اون چیزی که بهش میگیم سازش، یا کلمه خیلی بهتر انگلیسیش کامپرمایز، یعنی در حل و فصل و اداره این اختلافاتی که در جامعه اجتناب ناپذیره باید این سازشکاری رو به عنوان یک ارزش والا پذیرفت و بعد اینکه این جامعه ای که به طور اجتناب ناپذیر متنوع، تنوع اجتماعی رو پذیرفت. ما هنوز در فرهنگ سیاسی ایران هنوز پذیرش سازش و پذیرش جامعه متنوع که این اختلاف نظرها به طور اجتناب ناپذیر وجود دارند، بنابراین چالشی که در برابر ما قرار داده اینه که با این اختلافات چجوری زندگی بکنیم، با مدنیت، با صلح و استفاده از راهکارهایی که برای همه ما قابل قبوله، اگرچه ممکنه نتیجه این راهکارها در موارد زیادی برخلاف خاص و نظر ما باشه، در مثل دموکراسی که شما میبازی، ولی قوانین رو مراعات کردی، به قوانین معتقدی و میخوای با استفاده از اون قوانین و سنت ها
برای دستیابی به قدرت یا نفوذ در سیستم استفاده بکنه. ما هنوز به اونجا، من شخصا امیدوارم که خیلی بیش از هر زمان دیگری، از زمان دبیرستان، زمان مصدق دانش آموز بودم، از اون زمان تا حالا که تدریس کردم و زندگی کردم، بیش از هر زمان دیگری امروز میبینم که نسل جوان ایران داره به این واقعیات پی میبره، یعنی خیلی بیشتر از پدران و مادران و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها به این واقعیت دارن پی میبرن که هم سازش های به اصطلاح دموکراتیک در جامعه تنها راه ایجاد مدنیته. ما در مخالفت با شاه چه اتحادی پیدا داشتیم در مبارزه با مستبد. من خودم در اون دو هفته آخر این مبارزات در ایران بودم، وسط سیمستر بود، از کالیفرنیا برای یک ماه رفته بودم و دو هفتهش در ایران بودم. واقعا لذت بخش بود که این جمعیت وسیع و انبوه از طبقات مختلف مردم در مبارزه با یک مستبد می‌دیدیم. ولی همین که اون مستبد ساقط شد، اختلافات شروع شد و این اختلافات در اون موقع اون واقعیتی رو که الان من توضیح میدم راجع به تنوع عقیده و نظریه و اجتناب ناپذیری این تنوع در جامعه وجود نداشت و دیدیم که نتیجهش این شد که بسیاری از گروه های مدعی دموکراسی، مدعی لایک بودن، سکولار بودن، اینها چقدر وقت و انرژی و دانش خودشون رو صرف خونسا کردن همدیگه به کار بردن. اینکه کی کمتر یا بیشتر مسئوله، اینها واقعا مهم نیست. و بخوام باز در این مورد مثال بیارم که تو فرهنگ سیاسی بعد از سرنگونی حسنی مبارک در مصر شباهت زیادی به خود زندگی خود ما داشت. واقعا مبارزه چشمگیر و جالبی بود در براندازی بود. ولی همین که مبارک افتاد، تمامی نیروهای طرفدار دموکراسی و لایک در ادعاهای خودشون تشدد در بین اینها، اختلافات در بین اینها انقدر وسیع شد که حزب که اخوان المسلمین در انتخابات اولیه مصر 25% رأی رو برد، ولی نیروهای که طرفدار لایک بودن، طرفدار به اصطلاح حداقل در مواضع عام خودشون از دموکراسی حمایت میکردن، 11 کاندید داشتن. دقیقا مثل مسائلی. بنابراین این سوالی که شما مطرح میکنی بی نهایت مهمه و دقیقا برنامه های شما، برنامه های گفتشنوت هایی که در خارج از کشور وجود داره، برای اولین بار حداقل در زندگی سیاسی من که بهش توجه میکنم، چه به عنوان یه معلم و چه به عنوان یه فعال حقوق بشر، برای اولین بار میبینم که ایران داره در جهت پذیرش این واقعیت که کثرت‌گرایی اجتناب ناپذیره و مدیریت یک جامعه کثرت‌گرا نیاز به سازش، نیاز به ائتلاف داره. وقتی در ایران ما صحبت از ائتلاف، حزب توده یا جبهه ملی یا این گروه یا این گروه صحبت از ائتلاف میکردن، یعنی اینکه همه بیان زیر چتر من، همه بیان زیر پرچم من، مثل عربا که میخواستن ائتلاف بکنن. وقتی ناصر میگفت اتحادیه عرب، یعنی همه بیان زیر نفوذ او. صدام هم میگفت یعنی همه بیان زیر نفوذ او و غیر ذلک. در حالی که ائتلاف یعنی تقسیم قدرت، یعنی بودن در قدرت برای مدت محدودی، نه اینکه قدرت همیشه گیه. این سوال شما بی نهایت مهمه و امیدوارم که این نسل جوان ایران که امروز فعال، خصوصا زنان ایران که یکی از جالبترین و امیدوار کننده ترین حرکت های سیاسی خاورمیانه رو امروز دارن، اونها به اشتباهات و کوته اندیشی های نسل ما و نسل گذشته توجه داشته باشند و ببینن که تحولاتی که در دنیا ایجاد شده، تحولاتی که در ایران ایجاد شده، ما رو باید در این طریق بپذیریم پیش ببره که دنبال یک راه حله که همه باید بپذیره نباشیم و ببینیم از راه ائتلاف و سازش و همزیستی چگونه میتونیم اون قوانین و مقرراتی رو بپذیریم، یعنی دموکراسی رو بپذیریم که امید آینده، امید ایران رو از این
فاجعه شبه فاشیستی که امروز بر مردم و حاکمه رها بکنه. این سوال شما بی نهایت مهمه و به نظر من خیلی مورد توجه جوانها و خصوصا زنان ایران قرار گرفته و از این جهت باید واقعا امیدوار بود که ایران آینده به این واقعیات توجه خیلی ریشه دارتری بکنه. با آرزوی آن روز. اما وقتی اشاره میکنید به ماجرای مصر، به انقلاب ایران و به درستی انگوش میذارید روی اینکه اول اتفاقی که میفته این استش که این بار ارزشی کلمه رو تغییر میده. مثلا شما امروز میبینی که مثلا پرنسیپ که بار مثبت داره، یه آدم که صاحب پرنسیبه بهش میگه آدم اصولگرا، ولی شما اگه در ایران به یکی بگی اصولگرا فوری مثلا قیافه حداد عادل و نمیدونم اینا میاد جلوی نظره، یعنی تمام بارا رو عوض میکنه. وقتی راجع به کامپرمایز حرف میزنی این بارش رو تغییر داده، منفی میشه، در حالی که کامپرمایز بار مثبت داره ولی میره تو اون جامعه بارش تغییر میکنه. اشاره دارید به ماجرای مصر، به ماجرای ایران و به درستی انگوش میزنید. خب ما همین اتفاقات رو در امریکا میبینیم، میبینیم که اختلاف داشتن، آبراهام لینکلن جان خودش رو بر سر این را گذاشت، سر اختلاف بود دیگه، زدنش با تیر زدن. اون چی بود که چه اتفاقی افتاد که این ترک شک گرفت؟ به قانون اشاره میکنی، خب در ایران هم قانون نوشتن، اینا آمدن یه چیزی پدیده درست کرد اسمش گذاشتن لا اینفورسمنت، که اونو اینفورس کنه، در حقیقت قانون رو اینفورس کنه، یه اسقصی به قانون بده. این چه چیزی معجزه صورت گرفت؟ شما الان هم میبینی اگه در آمریکا بلک آت میشه، در نیویورک، در لس آنجلس، در شهر هر جا میبینی که مردم میریزن. اون چیه؟ مردم تغییر نکرده، اون معجزه کجاست؟ اون معجزه‌ای که صورت گرفت اینو از نقطه آ به نقطه ب رسون، اون معجزه چه بوده است؟ ببینید طبقات در تمام جوامعی که دموکراسی، اون چیزی که شما میگین معجزه، با واقعا از نظر تاریخی یک تحول کیفیه که در حدود از 300 سال گذشته تا کنون، از زمان دوره روشنگری که افکار و عقاید شروع شد و برای اولین بار در آمریکا و در انقلاب فرانسه این ایده ها رو میخواستن پیاده بکنن توی سیستم حاکمیت و سیاست گذاری. این در هر جا که ما نگاه میکنیم میبینیم که طبقات متوسط، یعنی طبقات نسبتاً مطلع‌تر، امروز به قول خودمون روشن فکر، طبقات متوسط نقش بسیار مهمی در ایجاد اون قوانین و مقررات میتونن ایجاد بکنن، نه با نوشتن قانون بلکه با عملکرد و رفتار ملموس و مشخص خودشون. مثلا در انقلاب ایران، انقلاب ایران یک انقلاب کاملا شهری بود. در اون زمان 50% مردم در ده زندگی میکردن، 38 سال قبل، و اونا نقشی در اون انقلاب نداشتن. و اگر ما برگردیم به شهرها ببینیم که طبقات متوسط در بسیج کردن مردم، در مطرح کردن عقاید و نظریات نقش اساسی داشتن. من فکر میکنم اون طبقه متوسط به دلایل مختلف مذهب، به دلایل مختلف ایدئولوژی که فکر میکردن اینها جواب همه مسائل رو دارند، اگر یک گروهی یک پیدا بشه به جواب همه مسائل رو دارن، دیگه سازش و گفتگو با دیگران و توجه به دیگران و توجه به انتقاد معنی نمیده. اینه که از نظر فرهنگ سیاسی اون تغییرات، وقتی میگیم یک کشوری 3000 سال تو استبداد زندگی کرده، زندگی در اون استبداد در رفتار و کردار و احساس و بینش افراد اون جامعه تأثیر میذاره. یعنی اون استبداد، من دوره دبستان در خیابون ری کوچه آبشور بزرگ شدم، دبستان صفوی میرفتم، در محله‌ای که ما زندگی میکردیم یه سیستم استبدادی وجود داشت، یعنی یک کسی گردن کلفت محله بود و همه از اون میترسیدیم. میخواستیم فوتبال بازی بکنیم، میخواستیم والیبال بازی بکنیم، اگر گردن کلفت محله میخواست دخالت بکنه از همه ازش میترسیدن. این نقش رو در درون خانواده های ایران بدون چون و چرا، از موارد استثنا که بگذاریم،
این استبداد در درون خانواده وجود داشت. پدر خودش رو شاه خانواده میدونست و خصوصا نسبت به دختران خانواده و امر و نهی که میکرد بدون چنه چرا میباید پذیرفته بشه. بنابراین وقتی ما میگیم که فرهنگ استبدادی در یک جامعه ریشه داره، این محدود به دولت نیست، بلکه در تمامی نهادها و ابعاد جامعه تأثیر گذاشته و تغییر در همه جا باید شروع بشه. و این تغییر از نظر تاریخی و همینطور از نظر منطقی بهتر از هر جای دیگری در طبقه متوسط تحصیل کرده باید ایجاد بشه که این واقعیات رو میبینه، یعنی این اختلافات و تنوع اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی رو میبینه، درک میکنه، مقایسه میکنه با جوامع دیگه و به راهی میرسه که رسیدن به این چه راه حل‌هایی میتونه داشته باشه. من فکر میکنم طبقه متوسط ما از بعد از انقلاب مشروطیت به بعد اختلافات عظیمی که با هم دیگه داشتن، وقتی مثلا زمان مصدق با یک از وقتی مصدق سقوط کرد از بین از 28 مرداد 32 تا انقلاب ما یک کتابخونه پر کردیم از اینکه امپریالیسم اومد و در ایران کودتا کرد و 100% هم درست بود، تمام اون انتقادات هم درست بود. اما اگر ما دنبال دموکراسی بودیم، اولین سوالی رو که ما باید مطرح بکنیم این بود که چرا این کودتا اینقدر آسون و ارزون موفق شد؟ چرا در برابر این کودتا یک مقاومت اساسی در جامعه شکل نگرفته بود؟ اصلا این سوال رو مطرح نکردیم، بلکه اومدیم و فکر کردیم که به اصطلاح برونگرایی، میخواستیم از خودمون دنیا، میخواستیم تو آینه نگاه بکنیم، میخواستیم پشت مرسا نگاه بکنیم و همه مشکلات و مسائل خودمون رو از پشت مرسا ببینیم. امروز هم خیلی جالبه که چون ما بعد از این انقلاب از بد به بدتر رفتیم، تردیدی نیست که خیلی به اوضاع احوال زمان شاه نگاه میکنیم، چون زمان شاه استبداد بود اما در حریم خصوصی زندگی دخالت نمیکرد، در بسیاری هم در مقایسه این دوتا تردیدی نیست که روشنفکران و اهل به سر سیاست و جامعه شناسی اینا میبینن که ما از بد به بدتر رفتیم. بنابراین کسانی که اون زورا رو یادشون میاد، به جای اینکه بیان بگن اون رژیم چه ضعف‌هایی داشت، چه اشتباهاتی کرده بود، چه خطاهایی داشت که زمین ساز ایجاد این تحولات بعدی و انقلاب و ایجاد ملاتاریا در ایران شد، میان به جای این میان میگن خمینی نوکر آمریکایی ها بوده، خارجی ها آوردن. باز دوباره دقیقا همون کاری که ما بعد از 28 مرداد میکردیم اونا امروز دارن میکنن، در حالی که ما برای تمام این مسائل اگر انتقاد از خیش رو اولویت بهش ندیم نمیتونیم از این تجربیات تلخ بهرمند بشیم، استفاده بکنیم که تکرار نشن اونها. بنابراین سوال شما بی نهایت مهمه و این طبقه متوسط و تحصیل کرده است که باید این مسئله رو با آگاهی و با سازندگی و با واقع بینی باش برخورد بکن. مثلا مثال بزنم براتون، امروز بین کسانی که به مذهب معتقد، من شخصا خودم تحت هیچ عنوانی مذهبی نیستم، ولی معتقدم که اگر در ایران ما بخوان مدنیت داشته باشیم، بخوایم دموکراسی داشته باشیم، بخوایم از امنیت و رفاه برخوردار بشیم، نیروهای مذهبی و نیروهای غیر مذهبی که اعتقاد به دولت غیر مذهبی دارن باید با هم همکاری بکنن. یعنی کسی نمیتونه امروز، غالب مردم ایران هنوز خودشون رو مسلمون میدونن، این اسلامگراهای نوگرا میخوان تحلیلی از خودشون، هم فرار کردن از دست این رژیم، خودشون هم ضد این رژیم هست، ولی هنوز تعهدات و اعتقاداتی در چارچوب اون چیزی که به ارث بردن دارن. اینه که مثلا بحث بین نیروهای عرفی، بسیار دانشمند، بسیار مطلع و نیروهای مذهبی که در چارچوب خودشون به نظر من دانشمند و مطلع،
اینها این اختلافاتی که بحث هایی که ایجاد میشه، این بحث ها کار رو باز به دشمنی میکشونه، مثل اینکه یک طرف باید از بین بره، در حالی که تو دنیای واقعیت یک طرف از بین نمیره. و اون گروه های مذهبی که پذیرفتن که مذهب این خطر درش بالقوه وجود داره که ایدئولوژی مطلق اندیش بشه و فاشیست در ایران درست بکنه، اونها به نظر من به همون اندازه‌ای میتونن برای پیشبرد دموکراسی در ایران کمک بکنن که گروه های عرفی و غیر مذهبی مثل قالب روشنفکرانی که در خارج از کشور زندگی میکنن. بنابراین ما هنوز اون سوالات اساسی که مربوط به نگاه کردن در آینه و پذیرفتن این تنوع و واقعیات درونه، ما هنوز در پرسه اونه. امید من اینه و انتظار من اینه که نسل جوان بیش از گذشته این واقعیات رو بهش توجه بکنن و دنبال این نباشن یک طرف باید حذف بشه و شکست بخوره تا طرف دیگه بتونه پیروز بشه. حذف و شکست یک طرف میتونه یک نوع استبداد رو تبدیل به استبداد دیگری بکنه، در حالی که سازش و همکاری و پذیرش تنوع تنها شرایطی است که ما امیدوار باشیم در ایران مدنیت و دموکراسی میتونه برقرار بشه. بله، این روش که شما در حقیقت به کار میگیرید، یعنی سیستم آموزش در پایین به عنوان معلمین جامعه، که توضیح بدیم راجب کامپرومایز، راجب این که سازش چه خاصیتی داره و اگر این مستبد رو بندازی دلیل بر نیست که استبداد رو از بین بردی، اینا فرمایشات کاملا درسته. اما فکر نمی کنید که مثلا اگر مثال عینی بزنیم مثل مملکت آلمان، اگر یک دولتی مثل دولت آدنر نیامده بود، دولت بعد از جنگ جهانی نیامده بود سر کار، آیا آلمان می توانست تبدیل به یه آلمان امروز بشود؟ نقش دولت، نقش حاکم بر ایجاد این گراس روت در توسعه این تفکر، اون معذر رو چگونه میشه حل کرد؟ چون بدون کمک اون امکان نداره که این پایینیه بتواند به اون جا دسترسی پیدا بکنه. اون معذر رو چجوری؟ اولا دموقبر آلمان خود هیتلر با رأی مردم اومد سر کار. در انتخابات 1932 هیتلر رأی بیشتری از تمام گروه، و بعد سر کار که اومد فاشیست رو برقرار کرد. ولی نیروهای دموکرات در آلمان بر ضد هیتلر مبارزه کردن و چه فداکاری های کردن، موسیون جنایاتی که علیه یهودیان کرده، توجه رو از ظلمی که به نیروهای دموکرات در آلمان شد یک کمی دور کرده. بنابراین بلافاصله بعد از جنگ دوم جهانی در جامعه آلمان احزاب دموکراتیک تشکیل شد و این احزاب دموکراتیک شروع کردن به رقابت با همدیگه، ولی قوانین رقابت رو، اصول رقابت رو پذیرفتن و جامعه از فاجعه ای که در آلمان ایجاد شده بود درس گرفته بودن. ولی بسیاری از شخصیت ها، مثلا همین رئیس جمهور امروز آلمان، واقعا این زن خودش در اروپا، در آمریکا، در اروپا، آلمان شرقی در واقع بزرگ شده بود، در اونجا بود، بعد از اتحاد آلمان وارد اینجا شد. بنابراین نقش رهبری، نقش شخصیت‌های کلیدی بی نهایت مهمه. یعنی اگر نلسون به جای نلسون مندلا یک مستبد دیگه اومد رهبری ضد آپارتاید در اونجا داشت، آفریقای جنوبی نمیتونست از این سیستم نسبتاً دموکراتیک امروز برخورد. نقش رهبری بی نهایت مهمه، ولی نقش رهبری تحت تأثیر فرهنگ سیاسی اون جامعه باید قرار بگیره که ما در گذشته این رو نداشتیم. مصدق تنها کسی بود که این واقعیت رو درک کرد و در اون جهت حرکت میکرد، ولی در زمان او هم تشتت و اختلافات اینقدر وسیع شد که ضعف دولت مصدق به جای رسید که یک واقعا یک عده اراذل اوباش و بخش کوچکی از ارتش تونستن در اونجا یک کودتایی بکنن که در برابر اون کودتا هیچ نوع مقاومتی وجود نداشت، در حالی که قبل از کودتا عناصری بودن. یکی از افرادی که این رو مرتب گزارش داده بود خلیل ملکی بود که مرتب به مصدق راجع به ایجاد یک گارد ملی
راجب کودتا، یکی از افرادی که راجب کودتا پیش بینی کرده بود خلیل ملکی بود و میگفت یکی از راه‌های مبارزه با این اینه که ما یک گارد ملی درست بکنیم تحت فرماندهی دکتر مصدق یا کسی که او انتخاب میکنه، ولی در همون زمان یه گروهی مثل حزب توده این نوع نظریات رو رد میکرد، میگفت این خواسته های امپریالیسمی. چرا؟ برای اینکه خودشون در ارتش ایران عناصر و گروه هایی داشتن که فکر میکردن میتونن روزی در داخل ارتش ایران کودتا بکنن و حکومت رو به دست بگیرن، یعنی همون حوزه های حزب توده و ارتش ایران که بعد از انقلاب کشف کردن و تعدادی از افسران رو اعدام کردن. مقصودم اینه که صحبتی که شما میکنید نقش به اصطلاح نخبگان سیاست خارجی، نخبگان سیاسی در جامعه بی نهایت مهمه. امروز وقتی ما میبینیم که بین ایرانی هایی که در خارج از کشور بحث در میگیره، اینا نخبگان جامعه هم دارن بحث میکنن بدون تردید، چه مذهبی باشن، چه غیر مذهبی باشن، چه چپ باشن، چه لیبرال باشن، همه نخبگان اون جامعه هن. و جالب اینجاست که اکثریت قریب به اتفاق ما از جهت طبقاتی گذشته های بسیار مشابهی داریم که این اختلافات رو در چارچوب مبارزات و همبستی های طبقاتی به هیچ وجه نمیشه توجیهش کرد. در اونجاست که نظر شما بسیار بسیار مهمه که این نخبگان سیاست، نخبگان سیاسی و نخبگان تحلیلی و نخبگان فعال باید به این مسائل گذشته نه تنها نظر تئوری بلکه در رفتار و کردار ملموس مشخص خودشون اینها رو مورد توجه قرار بدن. تا در واقع ما الان در خارج از کشور آیا یک الان 38 سال گذشته 4 میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنه، ما آیا یک تشکیلات دموکراتیک که رهبران اون برای دوره معینی انتخاب بشن، مخارج اون از طریق پرداخت حق عضویت اعضا تشکیل بشه و اداره اون دست گروه ها و مدیران به اصطلاح حرفه‌ای باشه، نداریم؟ چرا این رو نداریم؟ در اینجا که ساواک نیست، در قبل از انقلاب هم در خارج از کشور گروه ها دائم با هم دعوا میکردن در اون واقع که خطر رژیم نبود. بنابراین این صحبتی که شما میکنین واقعا متوجه همه منتقدین و مخالفین رژیمه که آرزومند ایجاد دموکراتیک هستن، منتها این آرزو رو باید در چارچوب واقعیات به طور ملموس و مشخص در رفتار و کردار و روابط خودمون نشون بدیم. اگر این کار نکنیم هیچ نمونه‌ای برای به قول گاندی میگفت اون جامعه ای که تو در آینده به آرزوشو داری یک تبلبری از اون رو در رفتار و کردار امروز خودت نشون بده. اون بی نهایت مهمه برای نهادینه کردن مبارزات دموکراتیک. برم مثل همیشه ممنون و متشکر شما هستم و مثل همیشه آموختیم از شما آقای دکتر منصور فرهنگ. خیلی متشکرم. برای شما آرزوی بهترین دارم در این ایام کریسمس و سال نو، امیدوارم رخصتی باشد بتوانیم در سال جدید بیشتر از بیش از دانش و تجربیات شما استفاده کنیم. ممنونم آقای دکتر از حضور. متشکرم. با گفتگو با آقای دکتر منصور فرهنگ، امیدوارم که این گفتگوها کمک کنه به ما، کمک کنه بدانیم که کجا ایستادیم، از کجا اومدیم، کجا ایستادیم، کجا رو داریم نگاه میکنیم. تمام تلاش باید این باشد، از کجا آمدم، کجا ایستادم، کجا رو دارم نگاه میکنم. سفر رو به ابعادش نگاه بکنیم، خطی نبینیم، سطحی نبینیم. هر پدیده‌ای بالاخره عمق دارد، ارتفاع دارد، حجم دارد، عرض دارد، طول دارد، ارتفاع دارد، حجمش رو تشکیل میده. بعد این در بعد زمان قرار میگیره. بعد من در کجای این داستان ایستادم، از کجا آمدم، کجا ایستادم و نگاهم به کدام سوست. با آرزوی بهروزی و پیروزی برای تک تک شما نازنینان در آستانه سال جدید. آخرین نکته پیامم برای شما اینه که اصلاح لطف کنید، همونطوری که شنیدیم
بی حمایت شما راه به جایی نمیبرد. بنیاد دموکراسی از اینه که از من شروع میشود و به منم ختم میشه. من چه نقشی رو بازی میکنم؟ نیازمند دریافت کمک مالی هستیم. اگر این برنامه مورد توجه شما واقع شده، سالوک و لینک برنامه را از طریق فیسبوک و تویتر و گوگل پلاس برای سایرین هم بفرستید. به فیسبوک ما بیاید، به تویتر بیاید. آدرس ما در فیسبوک هست facebook.com خط مورب یا / میهن تیوی عدد یک. آدرس ما در تویتر است. از کاوه نازنین در سایت پرمخاطب مردم ریپورت دات نت هم تشکر میکنم که امکانی رو فراهم میکنه که بتونیم آخرین خبرها رو، ویدیوهای مرتبط رو با هم در اونجا ببینیم. بازم از شما ممنونم، از کاوه هم ممنونم. تا فرصتی دیگه. متشکرم. یه دوستی یه داکیومنتی رو فرستاده، سودی رویال فامیلی. ببینیم چیه، با هم ببینیم. They are so powerful. They have a country named after them. ببینیم. They are the Saud family of Saudi Arabia. Ami Saudi. Saudi is, or she's a Saudi, means you belong to that family. Saudi Arabia is a dictatorship managed by a democracy. We're really talking about a core group of maybe 15 to 30 princes that are really controlling the final decision on everything. A kingdom the size of Western Europe with a quarter of the world.